بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید سلام های گرم و صمیمانه منو بپذیرید با این امید که خوب و سرحال هستید شما پای برنامه گفتگو نشستید که من سیما بهاری همراه با همکارم جمیل فرزان تقدیمتون میکنیم یکی از بیماری هایی که در جوامع بسته کمتر در مورد اون صحبت میشه بیماری ایدز هست در جایی مثل ایران حرف زدن در مورد اون تابو هست تابویی که معمولا نباید شکسته بشه و به هر حال اهمیتی نداره در موردش صحبت کردن و یا راه حل دادن فکر کنم بیشتر به این دلیله که ربطش میدن به رابطه جنسی بنابراین معمولا راه چاره،, چاره، راه درمان و غیره چیزی نیستش که در دسترس باشه یا حداقل میشه گفت سخته در دسترس نیست کمتر را، به راحتی میتونه دسترسی بهش داشته باشیم مردم در برنامه گفتگوی امروز دعوت کردیم از پیمان بخشایش تا مهمون ما باشن و در این مورد گفتگو کنیم با توجه به اینکه پیمان بخشایش پزشک هستند بنابراین میشه به این موضوعی کمی تخصصی تر پرداخت انقدری که به هر حال دانش من اجازه میده اجازه بدید به مهمونمون خوش آمد بگیم سلام میکنم به شما پیمان بخشایش خوش اومدید به برنامه گفتگو سلام میکنم به شما سیما باری خیلی ممنون از اینکه از من دعوت کردید و سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان عزیزتون خب میشه از همینجا شروع کرد ایز چیه؟ به لحاظ پزشکی وقتی میخواین توضیحش بدین چیه؟ چی میگین راجبش؟ ببینید اید یا مخفف اکوایر ایمیون دیفیشنسی سیندروم یک بیماری منتها این بیماری از زمانی بروز پیدا میکنه که ویروس اید ویروس اچ آی وی که وارد بدن شده سیستم ایمنی رو به حدی ضعیف میکنه که یک فرد بیمار انواع مختلف ویروس ها یا باکتری ها یا قارش هایی که وارد بدنش میشن میتونن خیلی فعالانه عمل کنن و, در نهایت ممکنه که فرد بیمار فوت بکنه یه فرقی هست بین کسی که HIV پوزیتیوه یعنی که این ویروس در بدنش هست ولی ممکنه بیماری رو نداشته باشه ممکنه سالهای سال طول بکشه بعد مقاومت بدنش خوب باشه و هیچ وقت این بیماری رو بروز نده ولی خب وقتی که بروز میده در واقع یه مدل میشه بگیم سیستم ایمنیش ضعیف میشه بله خب راه های سرایت این بیماری چی هست؟ چجوری جوری امکانش هست؟ ببینید ویروس ها از طرق مختلف بدن ما یه, یه مجموعه است یه ماشین یه مکانیسمیه که از طریق خیلی از بیماری ها ممکن از طریق پوست وارد بشن از طریق دستگاه تنفسی وارد بشن از طریق دستگاه گوارشی وارد بشن یا به هر طریق دیگه یه هر ویروس یا هر باکتری که این صد ایمنی رو میگذرونه باعث مریضی میشه در رابطه با بیماری ایدز اینه که حلالموم با میشه گفتش که با خون ما رابطه داره باید این ویروس در نهایت وارد سیستم خونی ما گردش خونی ما بشه از حقیقتش رو بخواین از اول کسایی که دچار این بیماری شدن از طریق خونهایی که به حال آلوده بودن به ویروس ایدز وارد بدنشون شد بعد از اون متوجه شدن این ویروس مقاومه و خیلی میتونه از طریق مخاط وارد بدن بشه و یه تعدادی از کسانی که به حال فعالیت های جنسی داشتن از طریق فعالیت جنسی از طریق اون ترک های سطحی که توی قشا و توی بدنه آلت جنسی وارد میشه به هم دیگه انتقال میدن و یه مقداری هم مقدار کمی از اون از طریق مادرایی که باردارن به بچهشون منتقل میشد هنگام زایمان و یه امتدادی هم از اونایی که اعتیاد داشتن و سرنگای آلوده داشتن و استفاده میکردن منتقل میشد یعنی در واقع این ویروس از طرق مختلف میتونه وارد بدن بشه ولی در نهایت خودش رو به سیستم خونی میرسونه بله. و جایی که عمل میکنه بله. حتما توی ادامه صحبتمون به اینکه چرا یه جایی مثل ایران مثل تابو در اومده این و نمیشه راجبش حرف زد میپردازیم اما اجازه بدید که الان بگیم توی جوامع پیشرفته به این مسئله چجوری برخورد میکنن؟ حقیقتش مثل هر بیماری دیگه برخورد میکنم فکر کن مثلا من خودم البته میگم جراح هستم و توی سوئد کار استوکلم کار میکنم وقتی که بیماری داریم که مریضی ایدز داره مثل همون کسی که فکر کنید هپاتیت بی یا هپاتیت سی داره باش برخورد میکنیم یعنی هیچ فرقی نمیکنه با مریضای عادی ولی خب طبیعتا وسایلی رو که انگام جراحی استفاده میکنیم سوزن سرم اونا رو با رعایت شاید یه مقداری بیشتری مواظب هستیم که باعث آلودگی محیط یا جای دیگه ای نشه ولی خب حقیقتش رو بخواین این رعایت رو راجع به بقیه مریضای دیگه هم میکنیم ولی خب یه مدار آدم مواظب موقع مثلا به فرض جراحی این سوزن وارد بدنت نشه دستکشای خاصی هست استفاده میکنیم جوری که دستکشای یه مقدار مقاومتر اگه سوزن واردش بشه وارد گوشت و اینا نمیشه البته از این طریق کلا ویروس اید خیلی کم منتقل میشه میگن یک در ده هزارم هست شانس اینی که شما سوزنی رو از یه نفر بهت بخوره ولی اینکه مگر اینکه این سوزن مقداری خون همراش داشته باشه که اونم طبیعتا خیلی 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 نادره این اتفاقات ولی خب کلا میشه گفتش که با شخصی که بیماره فقط توی ژورنال مریض یا توی اون پرونده پزشکیش ذکر شده ولی هیچ فرق خاصی نمیکنه وقتی که وارد بیمارستان میشن تو همون اتاق انتظار مثل بقیه میشینن و هیچ هیچ فرق خاصی نمیکنه فقط خب یه مدار احتیاط داره اونم به خاطر اینکه بقیه خودشون مواظبن که به موقع هندل کردن ولی خب فقط راجع به این بیماری نیست راجع به خیلی بیماریهای های دیگه هم هست لحظیم. اطلاع داشتن از قبل باعث میشه که آدم نکات احتیاطی لازم رو رعایت کنه خب حالا برمیگردیم بر به ایران و مسئله که هست من خیلی وقت مثلا گزارش های اینایی که آدم میخونه مرکز بهداشت و غیره میگن اوایل که منکر میشدن اصلا این بیماری رو الان ولی میگن که به خاطر داشتن سکس بدون حفاظ انقدر این مسئله تهدیدآمیز شده که به هر حال مثل یه تهدید بزرگی جامعه رو داره تهدید میکنه اما همچنان باز بودن این مسئله باز راجع به صحبت کردن هنوز خیلی فکر کنم فرسنگ ها فاصله هست چرا به این صورت در میاد چرا تابو هست؟ بالا حقیقت رو بخواین من فکر میکنم که با اون شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم جمهوری اسلامی درسته حالا بلاز تاریخی توی الان سال 2017 است و الان که ما داریم راجبش صحبت میکنیم ولی اگر بخوایم توی مقیاس تاریخی بزرگتر نگاش بکنیم مثل قرون وستا یه حکومت قرون وستایی کامل و اکثر مشکلات اجتماعی رو سعی میکنه از زاویه سیاه مذهبی ببینه شما فکر کنید به فرض مثال در ایران هنوز تا اون هست هیچ صحبتی راجبش نمی کنن جزام وجود داره هیچ صحبتی نمی کنن. این مسئله ایدز رو سعی می کنن به روابط جنسی و یه اقلیت محدودی تقلیلش بدن در صورتی که ما میدونیم زیر این بدنه جامعه این وقتی که به یه مشکلی و یه مشکلی هستش و بهش نمیپردازید فقط مشکل بزرگتر میشه از این طریق و از اون طرف دیگه تاریخا فکر کردن که همیشه این ویروس در غرب چون اول پیدا شده یه بلایی که به خداوند برای غربیان نازل کرده که اینا رو از بین ببره یه خانم دکتر بهشتی من اه، 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 توی ایران میشناسم که متخصص عفونی هستن بسیار تلاش کرده سالهای سال که اینو واقعا جا بندازه البته خودشون هم از یعنی یه خانواده به سنتی و قدیمی میان و حرفشون خریدار داره تا اینکه لاقل دولت مردای جمهوری اسلامی رو وادار کنه یه پولی صرف بکنن حمایتی بکنن خیلی پول جمع کرده از این ور که کمک میکنه یه مرکزی درست کرده کمک میکنه به کسایی که ایدز دارن بیماری رو جا بندازه ولی علارمون سخت است به خاطر اینکه یه جزء یه سری از بخشی از تبلیغات جمهوری اسلامی به خاطر فرار از غرب و غرب‌گریزی هم هست خب آیا این بیماری درمان پذیر هست؟ راه درمانی داره؟ در نایدن همه بیماری ها در آخر درمانشون پیدا میشن ولی ویروس ها علالموم تاریخا یه مدار سختتر بوده چون ویروس تا اونجایی که اگه به خود یه ذره اجازه بدید یه ذره این بحث ببرمش توی امیدوارم فقط از حوصله شنوندگان و بینندگان عزیزم و خارج نباشه ببینید باکتری برال یک ارگانیسمیه که دیواره داره سلول داره بد... اصلا یعنی بدنه داره یه هسته داره یه میشه بگه یه موجود مستقلیه ویروس در واقع مثل یه مغز متحرک فقط سیستم برنامه ریزیه. و علل تنازع بقاش به این بستگی داره که وارد یه ارگانیسم دیگه بشه و شروع کنه اون ارگانیسم رو سیستم در واقع برنامه ریزیش رو تغییر بده اینا معمولا سخته به درمانشون سختره ویروس ایدز از این خاصیت برخورداره که وقتی که خودش رو به بدن میرسونه سلولایی که گیرنده است اونایی که گیرندش هستن و روی اونا میتونه اثر بکنه گلوبولای سفیدن گلوبولای سفید خون علل عموم به دو گروه تقسیم میشن یه عده که کارشون در واقع سیستم شناسایی و یه دم که سیستم در واقع ضربه زدن و درمانیه اون سلولایی که کارشون شناخت باکتری ها و بقیه ارگانیسم ها هستن هدف این ویروس ایدز هست ویروس ایدز وارد این سلول میشه و وارد هستش میشه برنامه ریزیش رو تغییر میده جوری که این سلول ها رو دیگه خودی از خود غیر خودی رو تشخیص نمیدن و بعد از اونی که بیماری بروز کرد سیستم ایبنی ای بدن در واقع اجازه میده همه باکتری ها ویروس ها قارچ ها وارد بدن بشن و فعالیت بکنن و بدنم هم اینا رو خودی میشناسه نمیتونه در مقابلشون مقاومت نشون بده و واکنش نشون بده و از بینشون ببره این در نهایت راهش پیدا میشه من مطمئن هستم مثل بقیه اکتشافات دیگه پزشکی هیچ چیزی غیر ممکن نیست فقط این جمهوری اسلامیه که متاسفانه اساساً با برنامه های ضد علمی و ضد بشری و زد انسانی فقط و فقط چوب میندازه لای چرخ محققین مثلا توی ایران یا اینکه کسایی که بخوان در این زمینه تحقیق بکنن به خاطر اینکه جزء پروپاگاندش هست که بگه که نه این یه بیماری ناعلاجه این اومده فقط غربی از من ببره و ما منکرش هستیم تو ایران ما هیچ مشکلی به این شکل نداریم خب توی فکر میکنم جواب به سؤالت این که توی جوامع متمدن و مترقی چجوری به این قضیه برخورد میکنن به یه نکته اشاره کردین و اون که داشتن اطلاعات مردم بدونن ازش میتونه یه مقدار کمک بکنه حالا منم میخوام برگردم به این که اگر که بخوایم جامعه رو واکسینه کنیم مقابل این بیماری یا این مشکل چه راههایی هست راههای پیشگیری از این بیماری کدوما هستن؟ خب برای واکسیناسیون تو اون معنایی که به فرض مثال برای ویروس آبله داریم یا ویروس های درز به حضور شما مودل های مختلف داریم در رابطه با ویروس ایز هنوز نیومده در حالی که برال داروهای پیشرفته جدیدی اومدن که ترمز میکنن پیشرفت این بیماری رو ترمز میکنن ویروس هم توی بدن میمونه ولی خب ممکنه سالهای سال بعضا مادام العمر ویروس اچ وارد مرحله ایدز نشه یعنی جوری نشه که سیستم ایمنی رو کامل از کار بندازه تو همون مرحله که از ترمزش میکنه ولی واکسیناسیون اجتماعی به اون معنا که چجور میشه جامعه رو در مقابل این ویروس ایدز مقاومش بکنیم و مردم بتونن واکنش نشون بدن جوری که به حال این بیماری در اون حدی حدی هستش بمونه و چیز عجیب غریبی هم نیست طبیعتا اطلاعات و امکانات مردم وقتی که با بدنشون راحت باشن با بیماریاشون راحت باشن و بتونن راجبش صحبت بکنن و یه دولت سیستم نظام و پزشکی خیلی باز و فهمیده داشته باشیم و ببین خب به یه مشکلی هست اینو باید چجوری حلش بکنیم اون موقع راه پیشگیری خب طبیعتا اگر اه... کسی که دچار به در واقع میشه بگیم که کسی که ناقل ویروس اچ هستش خیلی راحت موقع سکس البته خب حتی اگه نداشته باشم معمولا تو سکس های ناشن کسی که نمیشناسه از کاندوم استفاده میکنه اگه خانوما باشن اونا هم باز از دوباره براشون کاندوم های خودشون هست و کسی که اعتیاد داشته باشه اینجا مثلا به فرض مثلا تو اکثر اروپا و کشورهای غربی سیستم در واقع چنج کردن سوزن هست که سوزناشون رو میبرن جایی سوزن جدید میگیرن یه نفر لازم نیست این سوزن که تزریق میکنه باش مواد مخدر رو به بقیه بده موقع که پرسنل پزشکی یا که آگاهی داشته باشن خب برحال رعایت میکنی سوزن وارد دست کسی نشه و عرض به حضورتون بچه ها رو که میخوان متولد بشن زایمان بکنن قبل از اینکه بر بر بررسی میکنن جوری که شانس اینه که این ویروس انتقال بکنه و بچه رو کمتر میکنن میتونن به فرض مثال به موقع سزارینشون بکنن برال شناخته از قضیه و بحث کردن راجبش و معمولا به راهل های بهتری منجر میشه تا اینکه ناگانه و باعث بشیم که به فرض مثال مسئله نپردازیم خب از نظر شما چقدر اهمیت داره آموزش رابطه جنسی از مثلا توی دبیرستان توی دبستان حالا منظور من تو دبستان این نیستش که چه جگونه رابطه جنسی همون صحبتی که شما کردین راحت باشیم با بدنمون چقدر اهمیت داره این مسئله خیلی اهمیت داره خب ببینید به فرض مثلا جمهوری اسلامی خب مثل خیلی از کشورهای متاسفانه اصطلاح برال بخوایم که خودشون ترجیح میدن استفاده کنیم کشورهای در حال توسعه ولی خب واقعا باید این کشور عقب مونده یا اینکه دولت عقب مونده اینا ترجیح میدن که یعنی فکر میکنن که صحبت راجع به مسائل جنسی یعنی اینکه شهروندان رو تشویق میکنی به اینکه رابطه جنسی داشته باشن خب دولت هم طبیعتا خودش رو مالک و صاحب اختیار بدن شهرونداش میدونه تو این همچین نظام هایی و دوست نداره دوست داره همه چی از طریق کانال اونا انجام بشه کانال دولتی و همه چی حتی آدما برای رابطه جنسی و رابطه اینکه دو تا نفر تنشون به هم بخوره باید حتما از اونها اجازه بگیرن ولی شما اگه در نظر بگیرید میبینید که آموزش هر مسئله و باز باهاش برخورد کردن تشویق به چیز خاصی نیست فقط اینه که شما آدم ها رو نیازاشون رو میشناسن احتیاجاتشون رو میدونن و خیلی راجع به صحبت میکنن و شما به فرض مثلا اگه بخوای آموزش غذا خوردن هم به یه نفر بدی طبیعه اگه توی جایی باشی من خودم به زمان یا زمانی پزشک توی سرباز بودم توی ارتش که کارمونی بود که بقیه یاد بدیم که چجوری غذا بخورن خب این بود که برای برن دستاشون رو بشورن اگر بخوام امروز راجع به مسئله جنسی هم صحبت بکنیم خب خیلی طبیعیه که بهداشت جنسی رو رعایت بکنن منتها این جور حکومت‌های توتالیتر و مذهبی و سیاه واقعا فکر میکنن که اگر بیایم به بچه ها آموزش بدیم این در واقع یعنی که تشویق به بچه ها یعنی بچه ها بفهمن یه همچی چیزی هست و شروع میکنن با هم دیگه سکس کردن و اون وقت کنترل امور از دست ما در میره یعنی که هر چیزی رو یه تهدید میبینن تا یه امکاناتی که بتونن به رفاه شهروندا کمک بکنن من همیشه میگم که یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی با توجه به نقش مذهب که توی کاراشو توی قوانینش داره یه عامل بازدارنده است ولی خوشبختانه اینترنت در دسترس و مردم میتونن ازش استفاده بکنن حالا دوست دارم از زبان شما بشنوم مذهب کلا چقدر نقش بازدارنده داره توی آموزش مسائل جنسی به نوعی شما اشاره کردید من دوست دارم یه این مقدار اینو بازترش کنید خب ببینید مذهب دنبال این میگره که در رابطه با امور مذهبی اولا خیلی هتروسکسواله نگرش مذهبی و فکر میکنه فقط یه نرم جنسی وجود داره و همه رو سعی میکنه تو با این فرم فاشیستی هتروسکسوال همه رو در واقع توی همون قالب جا بده از اون طرف دیگه میخواد همه چی از طریق کانال اونا انجام بشه به فرض مثال اینا یعنی تو مذهب سیغه دارن دوست دارن حتما بری پیش آخوندی یه پولی بهش بدی و دولت به این طریق برال خب اینا هم اطلاع میدن به ردهای بالاتر کنترل داره روی مناسبات جنسی آدما و در واقع به همه چی میخواد کنترل بکنه و از اینکه آدما خودشون صاحب اختیار بدنشون باشن یا انقدر آگاهی داشته باشن که پارتنرشون رو خودشون انتخاب بکنن بهداشت جنسیشون رو خودشون انتخاب بکنن در یک کلام بخوایم بگیم از اینکه آدما عقل داشته باشن و از این عقلشون استفاده بکنن یعنی هزار تا ما حدیث و آیه و اینا داریم که عقل پایگاه غیر معتبریه به جای عقل بیاین به سنت رجوع کنین به جای عقل بیاین به عرض به حضورتون به کلام خدا مراجعه بکنین از عقلتون استفاده نکنین خب طبیعی خب ملتی رو که شما این همه زور میزنی از عقلش استفاده نکنه در نهایت عرض به, عرض به شما یه عوارضی هم داره دیگه ولی فرق میکنه تا موقعی که بهشون بگین که از عقل استفاده بکنید فکر کنید چی درسته چی درسته جمهوری اسلامی اساسا از این پروسه خیلی میترسه و این هم یکی دیگه از اون پروسه هایی هست که واقعا میشه جلوی جامعه گذاشت ببینید, ببینید اولا به فرض مثال رابطه جنسی داشتن خیلی چیز طبیعیه بدنی اصلا جزو همه موجودات زنده دارن و برطرف کردن این نیازم بازم خیلی طبیعیه ولی شما فکرشو بکنید که چجور میتونید این رابطه رو داشته باشید و بهداشتش هم رعایت بکنید مثل بهداشت غذا خوردن مثل بهداشت هر کار دیگه که شما بکنید یه بهداشتی داره دیگه شما اگه جراح هم باشی بخوای بری سر کار قبل از اینکه بری دوست نداری به مریضت صدمه بزنی حتما دستاتون حسابی میشورید الکل میزنید رعایت میکنین استریلیتر رو نگاه میکنید اگه شما تو آشپزخونه کار بکنید نمیتونید به با دستای نشسته غذا درست کنید بدید بچه‌هاتون بخورن خب مریض میشن اینه که بهداشت جنسی هم همینه چیزی غیر از این نیست رعایت کردن و هم برای خودتون سلامتی خودتون هم با اون پارتنری که به دارید یه لحظه خوشایندی رو باش ارز به حضورتون شریک میشید احترام قائلید و نه باعث مریضی خودتون میشین نه طرف مقابل بله خب توصیه‌تون شما به کسانی که الان دارن برنامه‌تون رو میشنون به خصوص جوونا و با توجه به اینکه اشاره کردم گفتم تو ایران دارن میگن ایدز یه خطر واقعا یه چیز خطرناکیه که داره تهدید میکنه سلامت مردم رو داره تهدید میکنه توصیهتون چیه حالا حقیقت رو بخوام برای کسایی این دوستای منم حتما الان خیلی ها تو ایران گوش میدن همکارای قدیمی دوستای قدیمی حقیقتشو رو این جمهوری اسلامی ایت یه قسمتشه ما تو ایران عرض به شما اگه الان توی غرب به یکی بگی آقا ما تو ایران جزام داریم اصلا باورش نمیشه شما فکر فکرشون که ما تو ایران هنوز جزام داریم ما تو ایران وبا داریم ما تو ایران تا اون تا اون میدونید اینا قرون وسطا بوده الان شهرهای از توی ایران به خاطر اینکه ایرانی ها خب برحال برساس هم قوانین اسلامی مرده رو خاک میکنن آب زمستونی یا چه میگن در واقع سیل که میاد اینا با همدیگه قاطی میشن موشا رشد میکنن موشا هم با خودشون تاون دارن ما یعنی هنوز بیماری های قرون و وستا تو ایران بیداد میکنه کسی بهشون نمیپردازه ای ایدز به نظر من این شانس اینو داره چون که یه مشکل جهانی هست گاها تو ایران هم بهش میپردازن ولی اون ویروس ها و باکتریایی که جایی دیگه دنیا ریشه کن شده توی جمهوری اسلامی یه بیداد میکنه الان جمهوری اسلامی اونجاست و عرض به حضورتون این روپوش سیاهی که روی جامعه ایران کشیده باعث میشه این اطلاعات بیرون نیاد ولی وقتی یه زمانی جمهوری اسلامی که سقوط میکنه و مردم با واقعیت ایران روبرو میشن میبینن جمهوری اسلامی واقعا از ایران یه سیاه‌چال درست کرده و این ایدز حالا به هر با میگم با اینکه بیداد میکنه ولی این شانس موقعیت تاریخی رو به دست آورده چون در دنیا راجبش صحبت میکنن و این توی فوکوس قرار گرفته و عرض به حضور شما من فکر میکنم که این جمهوری اسلامی میره کنار یا زمانی حتما میره و اون وقت تازه ما ببینیم چه جامعه ای رو برای ما گذاشته با چه مصیبتایی باید بهش بپردازیم و خوشبختانه چون امکانات زیادی این دور زمونه هست هر موقع اینا برحال شهرشون رو کم بکنن خیلی راحت میشه به جامعه و این مشکلاتش پرداخت به آموز. جوان ها آموزش داد به جوان هم توصیه من اینه که حقیقتش وقتی که مطالعه میکنن راجع به این بیماری اید و روش های پیشگیری از این بهداشت جنسیشون رو اگر اعتیاد دارن بهداشت اعتیادشون رو رعایت بکنن میدونم خیلی سخته خیلی هاشون هست الان آمار خود جمهوری اسلامی که یه سرنگ به فرض مثال توی جنوب شهر تهران دیویس نفر با همدیگه استفاده میکنن شما فکر بکنید ببین مثلا خب خطرناکه دیگه حالا ممکن ایدز هم نواشه باکتری های معمولی رو آدم به هم انتقال میده اینه که تا اونجایی که میتونن و امکانشو دارن اینه که رعایت را بکنن و برای پارتنرشون برای طرف مقابلشون برای شهروند دیگه که مثل خودشون هست و باش رابطه جنسی دارن ارزش قائل بشن اگه میدونن بیمارن این درک و متأسفانه جمهوری اسلامی آورده که حالا من بیماریم و بقیه انتقال بدم ایرادی نداره من اگه قرار مریض باشم بذار بقیه هم اینجوری فکر نکنن سعی کنن رعایت بکنن تا اونجایی جایی که میشه حالا هوای همدیگه رو داشته باشن خیلی متشکر از شما پیمان بخشایش امیدوارم که در برنامه های بعدی هم بتونیم شما رو داشته باشیم خیلی ممنون مرسی مواظب خودتون باشین قربان شما خیلی ممنونم بینندگان گرامی گفتگوی ما رو میشنیدید با پیمان بخشایش در رابطه با بیماری ایدز امیدوارم اطلاعاتی که پیمان بخشایش با شما در میون گذاشت براتون مفید واقع بشه اگر هم سوالی صحبتی پیشنهادی داشتید حتما میتونید از طریق آدرس ما با ما در میون بذارید من سیما بهاری همراه با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعت و روزهای خوبی آرزو مندیم. پیروز باشید.